کویت توسط ارتش عراق اشغال شده. حکام عرب نگران سرزمین‌هایشان و غربی‌ها نگران قیمت نفتشان. در ذهنشان سودای حمله به عراق، اما نگران از موضع احتمالی ایران. با شعله‌ور شدن آتش جنگ، مقامات ایران موضع ایران را اعلام می‌کنند. موضعی که چهره‌های کلیدی یکی از دو جریان اصلی کشور با آن شدیداً مخالفند. جریانی که خود را منتسب به خط امام می‌داند و منتقد جدی اولین دولت بعد از خمینی. جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تعیین موضع ایران تشکیل می شود. رهبری شخصاً مدیریت جلسه را بر عهده می گیرد. دو طرف این جنگ مورد قبول ایران نیستند. سه سال قبل بود که آمریکایی‌ها و صدام متحد با هم با ایران می جنگیدن. از یک طرف مبارزه با استکبار یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امام خمینی آمریکا را شیطان بزرگ می‌نامد. امروز خیانت‌های زیرزمینی است که توطئه‌های زیرزمینی در همین سفارتخانه‌ها دارد درست می‌شود که مهمش و عمدش مال شیطان بزرگ است که امریکا باشد. از سوی دیگر صدام هم دشمنی خود با مردم و انقلاب ایران را اثبات کرده. 8 سال جنگ نشان این دشمنی است. مقامات ایران بر سر دوراهی، انتقام تاریخی از آمریکا یا انتقام 8 سال جنگ از بعثی‌ها. ایران در حمایت از هیچ طرفی وارد جنگ نمی شود. جمهوری اسلامی بیانیه‌ای برای اعلام بی‌طرفی در جنگ منتشر می کند. اما در این حال خواستار بازگشت طرفین به مرزهای بین المللی و خروج نیروهای ائتلاف از منطقه می شود. موضعی که برخی از سیاسیون زیر بار آن نمی روند. اعتقاد دارند اگر امام زنده بودند مواضع متفاوتی را اتخاذ می کردند. آخر خلی صحبت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. دیروز بنا بود ما به ادامه شعارهایی که در زمان امام می دادیم راه پیمایی کنیم. نباید این فرصت را از دست داد. حالا که اومده خوش آمده، حالا که اومده ما جنگ می کنیم، نبرد می کنیم. در این نبرد قهرمانانه ما نمی توانیم ملت عراق را تنها بگذاریم. گذشته های مسئله دیگر است، تجاوز عراق به ایران یک مسئله دیگر است، اما اینجا سرنوشت اسلام مطرحه. این برای ما ننگه، برای ما آره. اسلحه داریم، قدرت داریم، جوان داریم، بسیجی داریم. ای آیت الله، رهبر عالی قدرمون آقای خامنه‌ای سلمکم الله تعالی، دستور بفرمایید. خلخالی در این موضع تنها نیست. چهره‌های دیگری مثل محتشمی پور هم نسبت به بی‌طرفی ایران معترضند. آنها می‌خواهند ایران دشمنی با صدام را کنار بگذارد و در این جنگ کنار بعثی‌ها بایستد. خلخالی و محتشمی پور عضو شورای مرکزی و از چهره‌های کلیدی مجمع روحانیون مبارز هستند. تشکلی که رکن اصلی جریان چپ در کشور است. بین اتفاقات بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحکیم فی کتابه الکریم وقتلوهم حیث ثقفتموهم. امروز ملت‌های مسلمان منطقه به خصوص ملت ایران
وظیفه شرعی دارند تا در جهادی مقدس به مقابله با نیروهای کفر امریکا و ناتو و صهیونیسم برخیزند. انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نمیتواند در این جنگ خانمانسوز و سرنوشت مسلمانان بی تفاوت بماند. وظیفه ما حرکتی سرنوشت ساز بر علیه همه متجاوزین و بر علیه همه کفر جهانی به سرکردگی امریکا، جهادی مقدس در قول و عمل و همه یک پارچه باید شعار مرگ بر امریکا را در سراسر ایران و جهان اسلام سر دهیم. مرگ بر امریکا. بهزاد نبوی از چپی‌های نزدیک به میرحسین موسوی هم با خلخالی و محتشمی پور هم نظر است. نبوی در دانشگاه تهران این جنگ را فرصت تاریخی برای حمله به اسرائیل توصیف می‌کند. صدام قبل از حمله آمریکا شهرهای اسرائیل را به صورت محدود با موشک هدف قرار می‌دهد. دیکتاتور عراق خیلی دوست دارد مسلمانان و به خصوص ایرانی ها این جنگ را جنگ اسلام و اسرائیل بدانند. تحلیلی که برخی از چهره های اصلی جریان چپ آن را باور دارد. اونچه که آمریکا در مد نظر داره نفت نیست. آنچه که در مد نظر داره قدرت شکننده عراق نیست. اونچه که در مد نظر داره اسلامه و این جنگ جنگ صلیبی است علیه مسلمان ها برای حفظ یهود و حکومت پوشالی اسرائیل. ما همش میگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. حالا باید عملی بنشان بدهیم این معنا را. حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و سفارایی خالد ابن ولید در برابر ابرقدرت های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر شمشیر به روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان گشت. این بار رهبری هم علیه اتفاقات مجلس موضع می گیرند. رهبری معتقدند دو طرف این جنگ باطل هستند و بنابراین ورود به این جنگ باطل را نه مصداق استکبار ستیزی بلکه عملی غیر عقلانی می دانند. ما این ادعاهای ایران که امروز صدام و اینها می کنند که ضد آمریکا هستند حرفای شوخی های بیمزه و بیتأثیری می دونیم. یک شبه کسی ضد آمریکایی می شه؟ مبادا کسانی زبانهایی بدون قصد و غرض سوی، فقط به خاطر اشتباه، به خاطر اینکه نمیفهمن مصلحت را، نمیفهمن چی بگن، یه چیزایی بگن مردم رو دل سرد بکنن. متاسفانه گاهی گوشه کنار شنیده میشه. بعضیا نمیفهمن مصلحت خودشون رو، مصلحت انقلاب رو، مصلحت ملت رو. میخوان با زید بدی کنن، با نظام بدی میکنن.